بر شما خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته ای که گذشت در این برنامه از واکنش جان کری وزیر خارجه آمریکا به سخنان اخیر آیت الله خواهیم گفت نگاهی خواهیم داشت به واکنش فرانسه نسبت به جاسوسی واشنگتن از مقامات این کشور از تعقیب غذایی کامبران دانشجو وزیر علوم دولت دهم ده خواهیم گفت گزارشی داریم از حمله به پارلمان افغانستان و واکنش کابل بان و هشدار گروه طالبان به داعش و به گزارش اخیر سازمان اوپک مبنی بر کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته خواهیم پرداخت با ما همراه باشید خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سهشنبه دوم تیر از قول رئیس سازمان امور عراضی ایران نوشت برای کامران دانشجو استاندار اسبق تهران و وزیر علوم دولت دهم ده به تام صدور مجوز غیرقانونی برای تغییر کاربری زمین های تهران پرونده قضایی تشکیل شده است وی سومین عضو کابینه احمدی نژاد پس از محمد رضا رحیمی و حمید بقایی است که دادگاهی می شود. رئیس سازمان امور عراضی ایران روز سهشنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو وزیر سابق علوم خبر داد که پرونده صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی نژاد در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضایی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا عباد افشار رئیس سازمان امور عراضی روز سهشنبه دوم تیر از شکایت این سازمان از کاف دال یکی از وزیران دولت دهم ده خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده است آقای افشار گفته است پرونده وی را به همراه اعلام جرمهای متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم. کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد. پیش از این نیز در سال 91 و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران موضوع الحاق غیرقانونی بیش از 100 هزار زمین کشاورزی به شهر لواسان با مصوبه کمیسیون ماده 5 که درباره تغییر کاربری عراضی تصمیم گیری می کند مطرح شده بود. یوسف علی درون پرور معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده گفته بود که ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار آقای کامران دانشجو بوده نه من که در اینجا محاکمه می شوم. در همین حال وبسایت الف روز دوشنبه 20 بهمن 93 در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه 200 قطعه ویلای 2000 متری به محدوده شهر لواسان در نزدیکی تهران اضافه شده است. به گفته وبسایت الف قیمت زمین های این دویست ویلا همکنون حداقل دو هزار میلیارد تومان است این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این عراضی حدود دویست میلیارد تومان بوده است شکایت سازمان عراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران به پنج سال زندان محکوم شده است رئیس سازمان امور عراضی ایران در سخنان روز سه خود همچنین خبر داد که 177 تخلف دستگاه های دولتی در زمینه ی تغییر غیرمجاز کاربری عراضی کشاورزی به مراجع قضایی ارسال شده است. با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده برای حصول توافق در مذاکرات هسته ایران و قدرت های جهانی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده نسبت به هر گونه ناکامی در رسیدن به توافق هشدار داد او روز چهارشنبه سوم تیر ماه کرد اگر تهران پاسخ قانع کننده ای به پرسش هایی که هنوز بی جواب ماندند ندهد هیچ توافقی در کار نخواهد بود بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا و دیگر قدرت‌های در حال مذاکره با ایران وعده دادند که در صورت رسیدن به توافق جامع، راکتورهای پیشرفته در اختیار ایران گذاشته شود. آسوشیتد پرس می‌نویسد به سند محرمانی دست یافته است که پیشنویس یکی از چندین متن نیست که در صورت موفقیت مذاکرات ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، زمینه ی توافق نهایی خواهد بود. سندی که آسوشیتد پرس به آن دست یافته است سندی هشت صفحه‌ای با عنوان همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز است که پنج روز پیش نوشته شده و در آن قید شده قدرت‌های جهانی به جای راکتور آب سنگین عراق راکتور آب سبک به ایران بدهند بنابراین گزارش غرب پذیرفته است در چارچوب اجرای توافق لوزان برای بازطراحی و نوسازی راکتور عراق به نحوی که پلوتونیوم با قابلیت استفاده تسلیحاتی در آن تولید نشود سطح همکاری با ایران را تا سطح در اختیار گذاشتن راکتور ارتقا دهد، طبق این سند در صورت توافق غرب تأمین و بازیافت سوخت هسته و کمک به ساخت و فعالیت و ایمنی تاسیسات هسته ایران را تضمین کند و همچنین در زمینه های پزشکی هسته و تحقیقات به ایران کمک میکند آسوشیتد پرس از قول یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات که نامش ذکر نشده می نویسد بنابر توافقها چین در زمینه کمک به بازطراحی راکتور عراک است فرانسه در زمینه بازیافت دریافت سوخت مصرف شده هسته ای و بریتانیا در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای با ایران همکاری خواهد کرد این گزارش در حالی منتشر شده است که وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب تهران را به قصد وین ترک خواهد کرد تا مذاکرات اتمی با گروه پنج به یک را در آخرین روزهای باقی مانده از ضرب العجل دهم تیر ماه ادامه دهد مذاکرات در روز شنبه در حالی آغاز می شود که مقام های غربی بی خود را نسبت به سخنان روز گذشته علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی نشان دادند. رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه دوم تیر ماه گفت لغو تحریم های غرب نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود آقای خامنه همچنین گفت محدودیت های بلند مدت ده دوازده ساله را قبول نداریم در واکنش به سخنان آقای خامنهای جانکری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت های جهانی تحت تاثیر نظرهای اخیرا اعلام شده رهبر جمهوری اسلامی در مورد خط قرمزهای توافق نهایی قرار نگرفته و ادامه پیدا می کند. وزیر خارجه ایالات متحده که این سخنان را رو روز سوم تیرماه بیان کرده است روز جمعه در وین به روند مذاکرات می پیوندن. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جان کری گفته است سخنان رهبر ایران و واکنش هایی که پس از آن در داخل این کشور در حمایت از آن منتشر شده برای استفاده های داخلی سیاسی است آقای کری گفته است اگر تهران از تعهدهای تفاهمی که میان ایران و قدرت جهانی در سیزدهم فروردین ما در لوزان سوئیس صورت گرفته عدول کند توافقی هم صورت نخواهد گرفت وزیر امور خارجه آمریکا افزوده ما نه تحت رهنمود نه تحت ت... تاثیر توییت هایی که برای استفاده های داخلی یا سیاست های داخلی است قرار نمی گیریم. در پی گفته های رهبر ایران حمایت هایی از جمله به صورت مجازی برای نمونه در صفحه اینستاگرام عباس عراقچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران صورت گرفته است آقای کری در اشاره غیر مستقیم به سخنان آقای خامنه ای گفته نه او و نه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در انظار عمومی دست به مذاکره نمیزنند مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه از احتمال دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر خبر داد و تاکید کرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مسیر خطوط قرمز آیت الله خامنه ای حرکت می کند. اما هفته گذشته ویکیلیکس اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد دستگاه امنیتی آمریکایی مکالمات سه رئیس جمهوری پیشین و فعلی فرانسه را شنود کرده است دولت فرانسه در اعتراض به این موضوع سفیر این کشور را برای ادای توضیحات احضار کرد همزمان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به ریاض رفت تا درباره قرارداد ساخت دو راکتور اتمی با مقامات این کشور صحبت کند دولت فرانسه روز چهارشنبه سوم تیر ماه در اعتراض به جاسوسی آمریکا و از رؤسای جمهوری فرانسه سفیر این کشور را برای ادای توضیحات احضار کرد دو روز پیش سایت ویکیلیکس اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد دستگاههای امنیتی آمریکایی مکالمات سه رئیس جمهوری پیشین و فعلی فرانسه را شنود کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته و پس از یک جلسه اضطراری دولت اقدام آمریکا را غیرقابل قبول خوانده است خبرگزاری رویترز در گزارش خود میگوید که سفارت آمریکا در پاریس از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اما شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه اعلام کرده است جولاند هدف جاسوسی و شنود ایالات متحده نیست پیشتر دولت فرانسه در روز چهارشنبه در پی انتشار اطلاعاتی مبنی بر جاسوسی آمریکا از رؤسای جمهوری فرانسه جاسوسی متحدان از یکدیگر را غیرقابل قبول دانسته و این اقدام را محکوم کرده بود به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان لوفول سخنگوی دولت فرانسه کمی پیش از برگزاری نشستی فوری در پاریس به ریاست فرانس باولاند و با حضور وزیران اصلی و مسئولان بلند پایه دفاعی و اطلاعاتی فرانسه گفت پذیرش جاسوسی بین متحدان غیرقابل قبول و دشوار است فرانسوا ولان رئیس جمهوری فرانسه صبح روز چهارشنبه در واکنش به جدیدترین اسناد افشا شده در وبسایت افشاگر ویکیلیکس اعضای شورای دفاعی و امنیت ملی این کشور را در جلسه اضطراری در کاخ الیزه گرد هم آورد تا درباره ماهیت اخبار منتشر شده و نتیجهگیری در مورد آن صحبت کند واکنش دولت فرانسه به شنود اطلاعاتی رؤسای جمهوری این کشور توسط آمریکا در حالی صورت گرفته است که این کشور توافقهای نظامی و اقتصادی مهمی با عربستان سعودی را قطعی کرده است لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت کشورش ساخت دو راکتور هستهای برای عربستان سعودی را بررسی می کند. آقای فابیوس روز چهارشنبه سوم تیر پس از دیدار با امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در پاریس همچنین از فروش ده ها هواپیمای مسافربری هلیکوپتر و شناور گشت دریایی به عربستان خبر داد آقای فابیوس گفت فرانسه علاوه بر امکانسنجی ساخت راکتورهای اتمی در عربستان کارشناسان سعودی را در زمینه امنیت هسته‌ای و زباله های اتمی آموزش می‌دهد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی نیست که در این سفر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی را همراهی می کند گفت که پادشاهی سعودی و پاریس توافق نامه هایی به قیمت دوازده میلیارد دلار امضا کردند یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر تصمیم به ساخت راکتورهای اتمی در عربستان گرفته شود قرارداد ساخت آنها دست کم 10 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت علاوه بر این عربستان 23 فروند هلیکوپتر چند اچ H145 و سی شناور گشت دریایی را به فرانسه سفارش داده است خطوط هوایی عربستان نیز 50 هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 8 میلیارد دلار از فرانسه میخرد گروهی از مشاوران امنیتی و از جمله پنج مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه نسبت به دادن امتیازات بیش از حد به ایران در مذاکرات اتمی ابراز نگرانی کردند بنا به گفته رسانه ها این نامه بر پایه این نگرانی شکل گرفته است که مذاکرات ممکن است به مرحله برسد که بازرسی های مللی از تاسیسات ایران را تضعیف کند یا برای نمونه از اجبار تهران به توضیح در مورد برنامه های مشکوکش در گذشته صرف نظر کند. مشاوران امنیتی کاخ سفید در آمریکا نسبت به دادن امتیازات بیش از حد به ایران در مذاکرات اتمی ابراز نگرانی کردند گروهی از مشاوران امنیتی و از جمله پنج مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای نوشتند توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران در خطر سقوط از جایگاهی است که بنابر استانداردهای خود دولت با آن توافق خوب گفته می شود. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه سوم تیر ماه از قول چند مقام ارشد گفته این نامه بر پایه این نگرانی شیخ گرفته است که مذاکرات ممکن است به مرحله برسد که بازرسی های بین المللی از تاسیسات ایران را تضعیف کند یا برای نمونه از اجبار تهران به توضیح در مورد برنامه های مشکوکش در گذشته صرف نظر کند. مشاوران امنیتی کاخ سفید میگویند توافق نهایی جلوی دسترسی ایران به سلاح هسته ای را نمیگیرد. همچنین از ایران نمیخواهد تا زیر ساختای اتمی خود را نابود کند. انتشار این نامه با امضای 18 مقام پیشین آمریکایی از جمله دنیس راس مشاور سابق اوباما در امور ایران و خاور میانه در آستانه پیوستن جان کری به مذاکرات اتمی با ایران صورت گرفته است آقای راس درباره نوشتن این نامه سرگشاده به خبرگزاری رویترز گفته است مقام های ایران باید بدانند که اگر قصد فریب داشته باشند با آنها برخورد میکنیم و حتی جزای یک تخطی کوچک سنگین خواهد بود امضا نامه نوشتند اغلب ما توافق اولیه قویتر را با ایران ترجیح می دهیم. این توافق اولیه فعلی مانع از قابلیت ایران برای دسترسی به سلاح اتمی نمی شود. هرچند که مواد لازم برای چنین دسترسی را تا ده پانزده سال کاهش می دهد. این نامه همچنین به امضای دیوید پترایوس رئیس پیشین سیا و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق رابرت آین هوورن عضو پیشین تیم آمریکا در مذاکرات با ایران و گری سیمور مشاور پیشین اوباما در زمینه سیاست ای و رئیس کنونی سازمان متحد علیه ایران اتمی رسیده است آقای راست گفته است توافق با ایران از چنان اهمیتی حیاتی برخوردار است که گفتگوها نه بر پایه ضرب که برای نیل به مطلوب دنبال می شود. ایران و شش قدرت جهانی در پی رسیدن به تفاهمی در لوزان سوئیس در سیزدهم فروردین ماه مشغول تدوین سند نهایی توافق اتمی هستند که بر اساس چارچوبی زمانی که خود تعریف کردند باید تا دهم تیر ماه به پایان برسد. با این همه روزهای گذشته گفته های مختلفی در مورد احتمال ادامه مذاکرات پس از این تاریخ بیان شده است به نوشته نیویورک تایمز نامه منتشر شده از سوی برخی از مشاوران امنیتی بر چالش هایی که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پیشبرد گفتگوها تا زربل العجل تعیین شده بر عهده دارد میافزاید در تحولی دیگر در آمریکا، ادرویز رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه گفته است با نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی مشکل بتوان تصور کرد که کنگره توافق نهایی را که باید در اصل با معنی و پایدار باشد بپذیرد. آقای رویس گفته است در حالی که زمانی خواستها از ایران بر مبنای تعطیلی تاسیسات آن بود اکنون اما ما در مرز پذیرفتن فناوری هستیم که به سرعت میتواند به وسیلهای برای ساخت بمب تبدیل شود هفته گذشته در پی یورش مردان مسلح به پارلمان افغانستان مقامهای امنیتی دولت افغانستان یک مقام امنیتی پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کردند همزمان یک سخنگوی گروه داعش گفته است گروه طالبان عامل دستگاه اطلاعاتی پاکستان است گروه دولت اسلامی میکوشد با جذب فرماندهان و جنگجویان طالبان بر بخشهایی از افغانستان مسلط شود طالبان این گروه تروریستی را رقیب خود میداند و از آنها خواسته بر مبنای اخوت اسلامی در امور افغانستان دخالت نکنند مقام های امنیتی دولت افغانستان یک مقام امنیتی پاکستان را به دست داشتن در حمله سه روز پیش به پارلمان افغانستان متهم کرده است. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است حمله روز دوشنبه به پارلمان این کشور را شبکه حقانی به دستور یک مأمور ISI سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام داده است. پارلمان افغانستان روز دوشنبه اول تیر مورد حمله هفت مهاجم قرار گرفت و درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان سه ساعت ادامه داشت گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است طرح حمله به ساختمان مجلس افغانستان در پیشاور توسط مولوی شیرین از افراد شبکه حقانی ریخته شده است او به دستور یک افسر آی اس آی به نام بلال این حمله را اجرا کرده است وزارت خارجه پاکستان با انتشار اطلاعیهای حمله به پارلمان افغانستان را محکوم کرده اما تاکنون واکنشی به ادعاهای اداره امنیت ملی این کشور نشان نداده است بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی دولت افغانستان تلاش کرده است روابطش با پاکستان را بهتر کند و در هفته های اخیر خبر امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان ادارات استخباراتی یا اطلاعاتی دو کشور سر و صدای بسیاری ایجاد کرد. پس از یک دور تلاش های کابل برای نزدیکی با اسلام آباد این نخستین باری است که دولت افغانستان اعضای آی را متهم به دست داشتن در یک حمله علیه افغانستان می کند. همزمان یک سخنگوی گروه داعش در اشاره مستقیم به گروه طالبان بدون نام بردن از این گروه گفته است که گروه طالبان عامل دستگاه اطلاعاتی پاکستان است این سخنان چند روز پس از بیانیه طالبان ابراز شده است که طی آن به داعش هشدار داده بود به جبهه دیگری در افغانستان نیاز نیست گروه طالبان افغانستان در نامه‌ای به ابو بکر بغدادی رهبر داعش و سایر فرماندهان گروه داعش آنان را مجاهدین خطاب کرده و تأکید کرده اند که نیاز به ایجاد جبهه دیگری در افغانستان نیست طالبان گفته است اگر داعش بخواهد جبهه در افغانستان بکشاید ممکن است با واکنش این گروه روبرو شود گروه طالبان در این نامه از داعش خواسته که با طالبان همکاری کند این گروه در بخشی از این نامه نوشته نه اینکه خدای ناکرده از جای دور چنان تصمیم های اتخاذ کنید که در اینجا مایه ناراحتی و ناخشنودی بزرگان مجاهدین علمای دین و هزاران تن مجاهدین مسلح گردیده و برای دفاع از دستاوردهای خود دست به عکس عمل بزند در همین حال گزارش در رسانه ها به نقل از طالبان پاکستان در انتقاد از ولایت ابوبکر البغدادی منتشر شده است بیشتر گزارش هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه افرادی از گروه طالبان نیز از صفوف این گروه به داعش پیوستند. آقای روحانی چهارشنبه سوم تیر ماه در زیافت افتار در جمع نمایندگان احزاب و شخصیت های سیاسی گفت امروز به دنبال آن هستیم تا در موضوع مذاکرات هسته حقوق ملت را از طریق گفتگو و تعامل تصفیه کنیم و در این سخنرانی به طور مستقیم به هیچ یک از شروطی که از سوی آقای خامنه ای ابراز شده اشاره نکرد آیت الله خامنه رهبر جمهوری اسلامی پیشتر در یک سخنرانی شرایط تازه را برای توافق اتمی مطرح کرد و از جمله گفت محدودیت های بلند مدت ده دوزده ساله را نمیپذیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ما نمیخواهیم صرفا اعلام موضع کنیم بلکه به دنبال مذاکره جدی و تفاهم منصفانه و عادلانه هستیم این سخنان در حالی ابراز شده است که روز پیش علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی شرایط تازه ای را برای توافق اتمی مطرح کرد آقای روحانی که در میهمانی افتار برای احزاب و شخصیتهای سیاسی سخنرانی می کرد گفت ما امروز به دنبال آن هستیم تا در موضوع مذاکرات هسته به عنوان یک نمونه بزرگ از مسائل سیاسی حقوق ملت را از طریق گفتگو و تعامل تثبیت کنیم. آقای روحانی به طور مستقیم به هیچ یک از شروطی که از سوی آقای خامنه ای ابراز شده است اشاره نکرد رئیس جمهوری ایران گفت در شرایط فعلی کشور تحمیل، تخریب و تفتیش در مسائل مختلف راه به جایی نمی برد و باید شرایطی را برای جامعه ایجاد کنیم که فضا برای اقناع نسل جوان در مسیر آرمان ها ایجاد شود. آقای روحانی گفت نمی پذیریم تأخیر و یا تأجیل در مذاکرات به منافع کشور لطمه بزند و هر یک می تواند هایی داشته باشد. آقای روحانی همچنین گفت باید با صبر، حوصله و متانت و با کمک همه و با حمایت و هدایت رهبری و کمک همه جناها و گروه های سیاسی کار را به پیش ببریم. آقای روحانی گفت امسال درآمد نفتی ما نسبت به همه سالهای دهه گذشته کمتر بوده است. شرایط تحریم نیز همچنان ادامه دارد و مشکلات منطقی بر مشکلات داخلی کشور ناشی از تحریم ظالمانه و کاهش درآمدها افسوده شده و در این شرایط بیش از همیشه به انسجام و همراهی و همکاری همگانی در داخل کشور نیاز داریم. رئیس جمهوری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در سال جاری گفت باید یک انتخابات رقابتی بسیار خوب با کمک همه برگزار کنیم تا مایه غرور و افتخار ملی ما باشد باید همه دولت و شورای نگهبان را در برگزاری چنین انتخابات یاری کنیم تا آنچه خواست مردم است محقق شود آقای روحانی گفت معنی جمهوری اسلامی این است که در کنار ارزشها و اصول اسلامی رأی مردم و صندوق‌های رأی حکم هستند و حال که این چنین است باید هدف ما در رقابت‌های سیاسی و حزبی جلب مشارکت حداکثری مردم باشد سخنان آقای روحانی در میهمانی احزاب و گروه های سیاسی در حالی پس از آن ابراز شد که پیش از آن سخنرانی غلام حسین کرباسچی چهره اصلاح طلب و نام بردن او از میر حسین موسوی منجر به اعتراض چهره های اصولگرا شد. آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در این جلسه از میر حسین موسوی به عنوان سید مظلوم تعبیر کرد. در همین زمینه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به فارس گفته است بند زیافت افتاری رئیس جمهور را به دلیل حمایت هایی که از سران فتنه در این جلسه مطرح شد ترک کردم. آقای مصباحی گفته است آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد در حالی که اگر بناست او سید مظلوم باشد لابد ظلم کننده به او نیز نظام است این در حالی است که او ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده و از این رو به نظر بنده نشستن در فضای این جلسه مشروعیت ندارد سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار خبر داد. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته مجموعاً 1 میلیون هزار بشکه صادرات نفت به ارزش 53 میلیارد و 652 میلیون دلار درآمد داشته است. سازمان کشورهای سادر کننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار خبر داد. در سال 2011 یعنی اواخر دوره احمدی نژاد این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش 122 صفحه ای که در وبسایت رسمی اوپک منتشر شده است، ایران در سال گذشته مجموعاً 1 میلیون و بشکه صادرات نفت به ارزش 53 میلیارد و میلیون دلار داشته است. این رقم در سال 2013 نزدیک به 62 میلیارد و در سال 2011 که هنوز تحریم فراگیر غرب علیه ایران اعمال نشده بود، حدود 114 ,000 ,000 میلیارد دلار بود. آمارهای این گزارش نشان می دهد که هنوز هم درآمدهای ارزی ایران به شکل چشمگیری وابسته به نفت است اگرچه این کشور واردات خود را طی سالهای گذشته به شدت کاهش داده است. ایران در سال گذشته مجموعا نزدیک به 99 میلیارد دلار صادرات داشته است که نسبت به سال پیش از آن تغییر چندانی نکرده است. واردات ایران نیز طی سال 2014 به حدود 55 میلیارد دلار رسید که حدود 9 میلیارد دلار نسبت به سال قبل و 23 میلیارد دلار نسبت به سال 2011 کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته حدود 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز تولید نفت و 213 میلیارد متر مکعب تولید گاز تجاری داشته است. در این میان ظرفیت فراوری نفت ایران طی سال 2014 حدود 66 هزار بشکه در روز افزایش یافته اما تولید محصولات نفتی به رقم افزایش ظرفیت پالایشگاهی حدود 7.5 درصد کاهش یافته است. اوپک میگوید که تولید بنزین ایران در سال گذشته 24 ممیز 4 درصد کاهش یافته و به 344 ممیز 4 هزار بشکه در روز رسیده است در حالی که نیاز به بنزین در کشور حدود 11 درصد افزایش یافته و به 437 ممیز 6 هزار بشکه اوج گرفته است ایران در سال گذشته اعلام کرد که تولید بنزین پتروشیمی را متوقف کرده است. آمارهای رسمی خود ایران نیز نشان از افزایش واردات بنزین دارد. ایران طی ماهای اول سال جاری روزانه حدود 6 تا 7 میلیون لیتر واردات بنزین داشته است. اوپک می نویسد که ایران واردات محصولات نفتی را در سال گذشته بیش از 166 درصد افزایش داده و به چهل هزار بشکه در روز رسنده است. صادرات محصولات نفتی ایران نیز بیش از 19 درصد افزایش یافته و به 470 هزار بشکه در روز اوج گرفته است این رقم حتی از سال 2011 نیز روزانه حدود 40 هزار بشکه بیشتر است سه هفته پس از مرگ مشکوک چهار زائر کودک و نوجوان سودی و مسمومیت 27 تن از شهروندان سودی در هتل محل اقامتشان هنوز توضیح قانع کننده درباره این حادثه و چرایی وقوع آن منتشر نشده این در حالی است که وزیر بهداشت ایران تاکید کرده مسموم کردن زائران سودی امدی بوده است در حالی که جمهوری اسلامی سه هفته پس از مرگ مشکوک چهار زائر کودک و نوجوان سعودی و مسمومیت 27 زائر مشهد از شهروندان سعودی در هتل محل اقامتشان هنوز توضیح قانع کننده و کافی درباره این حادثه و مسئولان آن منتشر نکرده و وزیر بهداشت تاکید کرده است مسموم کردن زائران سعودی عمدی و با نقشه بوده است، حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران خواهان اعدام معمور فرودگاه عربستان سعودی شده که متهم به آزار دو زائر ایرانی شدند. گفتنیست این دو معمور که هنگام بازرسی بدنی از دو نوجوان ایرانی با آنها بدرفتاری کرده بودند در دادگاهی با حضور نماینده ایران به چهار سال حبس و شلاق محکوم شدند. جمهوری اسلامی ایران که نخست با سر و صدای زیاد مدعی شده بود به این دو نوجوان تجاوز شده است با تکذیب خبر توسط وزارت خارجه و بعثه رهبری در حج و خانواده دو نوجوان ناچار شد ادعای خود را پس بگیرد و اعلام کند دو زائر ایرانی را هنگام بازرسی بدنی لخت کردند و این امر باعث ناراحتی روحی دو نوجوان ایرانی شده است. معاون کنسولی وزارت امور خارجه افسوده در جلسه دوم دادگاه که باز هم سرکنسول ایران حضور داشت دادگاه دفاعیات متهمان و وکلای آنها را استماع و ختم جلسه را اعلام کرد. دو متهم به آزار دو زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده عربستان هر کدام به چهار سال زندان و شلاق محکوم شدند. معاون وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت تضمین امنیت عمر گذاران و ایجاد فضای منطقی و معقول در ورود و خروج زائران ایرانی به عربستان مهمترین شرایط جمهوری اسلامی برای برقراری مجدد سفرهای عمره است. جمهوری اسلامی پس از حادثه ای که برای دو نوجوان ایرانی در جده رخ داد اعزام زائران سفر حج عمره را متوقف کرد آقای قشقابی گفت اگر امنیت تضمین و فضای منطقی و معقولی حاکم شود و مردم هم شاهد مجازات متهمان باشند طبیعی است که ما هم برای اثرگیری عمره تمایل داریم برنامه این هفته همینجا به پایان میرسد سپاسگزارم که با ما همراه بودید آدرس وبسایت و صفحه فیسبوک ما رو, رو روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید با این آدرس با ما در تماس باشید و نظرات پیشنهادات و نقدهای خود را برای ما بنویسید شب و روز شما خوش